پاریس، شهرداری منطقه یک، نمایشگاه یادبود شهیدان قتل عام 67 با حضور منتخبان مردم فرانسه، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر. فراخوان سخنرانان به تشکیل کمیته تحقیق بین المللی و محاکمه سران رژیم به خاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت. دومین روز از نمایشگاه یادبود قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به ابتکار ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه یک پاریس، در محل این شهرداری برگزار شد. در ادامه سخنرانی هایی که در این نمایشگاه صورت گرفت، استاندار ایو بونه، رئیس پیشین اطلاعات فرانسه، طی سخنرانی گفت: Il y a deux façons de juger les événements que nous vivons. Il y a le jugement des hommes qui s'exprime à travers un certain درباره حوادثی که با آن مواجه می‌شویم، دو نوع قضاوت وجود دارد. قضاوت انسان‌ها که خود را از طریق تعدادی نهادهای تخصصی مثل دستگاه قضایی بیان می‌کند و قضاوت تاریخ. در رابطه با قضاوت انسان‌ها، این درخواست مطرح شده است که عدالت بین المللی کار خود را انجام دهد. در غیر این صورت، اگر دادگاه جزایی بین المللی چنین پرونده ای را در دست نگیرد، این سوال مطرح می شود که چه فایده ای دارد. استاندار ایو بونه افزود: قتل عام های مختلفی در تاریخ صورت گرفتند که شناخته شده هستند، اما آنچه درباره تاریخ رژیم ایران عجیب است این است که هیچگاه درباره قتل عام 1367 صحبتی به میان نمی آید و هیچگاه این رژیم که یکی از سرکوبگرترین رژیم های جهان است مورد اتهام قرار نمی گیرد. قتل عام هایی که در آنجا انجام شده، چه آنهایی که قبل از قتل عام تابستان 67 رخ دادند و چه آنهایی که بعد از آن صورت گرفتند، به خصوص آنهایی که اعضای سازمان مجاهدین در اشرف و لیبرتی را مورد هدف قرار دادند، نه تنها مورد مجازات قرار نگرفتند، بلکه درباره آنها صحبتی هم نمی شود. وی با تاکید بر این که مشغول نگارش یک کتاب درباره قتل عام 67 و جنایات رژیم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران برای ثبت در تاریخ است، افزود: Ces massacres de 1988 frappent par deux aspects tout à fait fondamentaux. Le premier, c'est évidemment leur ampleur, c'est l'horreur. Alors que tout de même, exécuter plus de 30 000 personnes, une à une, pas à la mitrailleuse, hein, pardonnez-moi ces détails un peu cruels, mais par la pendaison, c'est-à-dire une à une, ça réclame évidemment beaucoup de temps. Hein. Mais la seconde qu'il faut souligner, c'est la méthode, hein. C'est la manière de procéder, c'est l'application mise à exécuter, d'abord à prendre la décision, bien évidemment, mais ensuite à l'exécuter. Parce qu'on voit à travers toutes ces procédures, les commissions de la mort, donc ces commissions composées de trois personnes, évidemment dont le jugement est fait d'avance, la méthode, l'organisation témoigne d'une préparation, d'une volonté d'aller jusqu'au bout, qui rappelle un autre régime que nous avons connu en Europe et que je préfère ne pas évoquer. Hein. Il faut savoir effectivement que tout ceci a été planifié méthodiquement. Constituer des commissions de la mort, les implanter, les répartir sur le territoire de l'Iran et ensuite faire défiler devant ces commissions un certain nombre de gens. Croyez-moi, je n'ai pas fait ce genre de choses, hein, mais ça exige quand même, non pas des semaines, mais des mois de préparation. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé pendant l'été 1988 était voulu, planifié de longue date. Et ça, c'est aussi un aspect particulier, tout à fait particulier, qu'il faut souligner. استاندار ایو بونه در ادامه با یادآوری مخالفت آقای منتظری با فرمان خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی تأکید کرد که این قتل عام یک عملیات طراحی شده توسط خمینی و دار و دستش بود است. وی همچنین گفت:
این حادثه در یک مقطع زمانی خاص در تاریخ رژیم رخ داد، یعنی بعد از جنگ با عراق. این هم تصادفی نیست. واضح است که خمینی خواهان صلح نبود، اما او مجبور شد به صلح تن دهد. خمینی اکنون باید به عنوان یک جنایتکار توسط تاریخ مورد قضاوت قرار گیرد، اگرچه متاسفانه در قید حیات نیست تا بتواند به جنایتهایش مستقیما پاسخ دهد. استاندار ایو بونه سپس نتیجه گیری کرد. Aujourd'hui notre devoir il est par conséquent double. Il est comme vous l'avez dit monsieur le maire de poursuivre cette croisade. Donc il y a cette croisade pour que l'Iran, la République islamique d'Iran et ses dirigeants qui sont toujours vivants, ceux de ses dirigeants et ils sont nombreux qui sont encore vivants et qui ont participé à ce crime soient déférés et condamnés. Et puis il y a ce jugement de l'histoire. Et ça, ce jugement de l'histoire, c'est à nous qu'il appartient de le faire par notre témoignage, par nos écrits et par ce genre d'exposition, d'événement qui est probablement... il est temps de me rallonger, ça marche pas ? Si. C'est toujours à la fin, vous savez, c'est peut-être une manière de me dire qu'il faut que je me taise. Donc, manière très polie. Donc je crois que c'est à ce double appel au souvenir que maintenant je vous demande de participer. Il faut que tous ensemble nous restions les témoins, les acteurs et les censeurs d'un des crimes les plus effroyables que l'humanité ait jamais connu. Je vous remercie. سخنران دیگر این نمایشگاه دکتر صالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه بود. وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همبستگی شهرداران و مردم فرانسه با مردم و مقاومت ایران در مبارزه علیه رژیم آخوندی و برای آزادی، نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و کارنامه جنایات ضد بشری و تروریسم صادراتی رژیم آخوندی از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و مداخلات تروریستی این رژیم در کشورهای منطقه به ویژه عراق، سوریه و لبنان را برشمرد و تاکید کرد این رژیم برای صدور بیشتر تروریسم و بنیادگرایی اسلام را آلت دست خود قرار داده است، در حالی که کمترین سنخیتی با اسلام راستین ندارد. دکتر صالح رجوی در ادامه سخنان خود گفت: Eh bien, dans ces conditions, les mollahs en 88, le massacre dont on vient d'en parler, le massacre de 30 000 prisonniers politiques. Eh bien, ce massacre, ce crime contre l'humanité, ce génocide a plusieurs particularités. La première, c'est que la plupart de ces prisonniers étaient déjà jugés et condamnés à plusieurs années ou mois de prison, et beaucoup d'entre eux avaient purgé leur peine. C'est le cas de ma sœur. Docteur Saleh Rajavi, آنگاه به شهادت خواهرش منیره رجوی اشاره کرد و گفت: خواهر کوچکتر من منیره که در انگلستان دانشجو بود و علیه دیکتاتوری شاه فعالیت می‌کرد، عضو فعال عفو بین الملل بود. او توسط دیکتاتوری آخوندی همراه با همسر و دو فرزندش دستگیر و زندانی شد. همسرش اعدام شد و خواهرم به زندان محکوم شد و دوران محکومیتش را گذراند. ولی رژیم او را دو سال دیگر در زندان نگه داشت و در جریان قتل عامی که از آن صحبت کردیم اعدام شد. بسیاری دیگر نیز همین وضعیت را داشتند. دکتر صالح رجوی در ادامه گفت: La deuxième particularité, c'est que la plupart des artisans, des exécutants de ces massacres sont actuellement non seulement en vie, mais aussi ils ont des postes clés et des postes extrêmement importants au sein du gouvernement actuel. Et ceci dans un contexte où le peuple iranien a vraiment ras-le-bol de quatre décennies de répression, d'absence totale de liberté fondamentale et surtout d'une situation économique extrêmement insupportable dans un pays potentiellement riche.
Toute la richesse du pays est adressée au groupe Houthi au Yémen, à Bachar al-Assad en Syrie, au Hezbollah au Liban, pendant que des ouvriers en Iran, pendant 3 à 6 mois, ceux qui ont trouvé déjà un travail, un boulot, ils n'arrivent pas à toucher leur salaire pendant 3 à 6 mois. Donc, c'est un contexte absolument incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup d'analystes pensent que la situation actuelle iranienne est explosive. Et puis, un problème beaucoup plus important, une victoire extraordinaire de la résistance iranienne sous l'égide de notre présidente, Madame Maryam Rajavi, et avec votre aide, c'est le transfert de plus de 3000 combattants de la liberté qui étaient en Irak, dans le camp de Ashraf et le camp de Liberty, qui ont été transférés en Albanie, à Tirana. Donc c'était un échec important pour le régime de Mollah, parce que le régime de Mollah, pendant des années, avait essayé de bloquer l'énergie de la résistance iranienne en, si vous voulez, en faisant des marchés avec certains pays européens pour mettre la résistance sur la liste terroriste. Cette énergie libérée a une signification. Nous étions auparavant dans une phase défensive, nous sommes aujourd'hui dans une phase offensive. Et d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous qui ont assisté à notre réunion à Villepinte ont vu que la plupart des personnalités venues d'horizons différents, de pays différents, pensaient que la seule solution en Iran, c'était le renversement de ce régime. Le changement démocratique se profile à l'horizon et nous allons réussir. Et pour cela, nous allons ensemble continuer le combat. Merci. Si je suis iranien, la réponse est oui. Mais si, de plus, je prêche que chacun doit avoir cette liberté, alors... آرمان ژاکمن شهردار شهر موسیلوویو سخنران دیگر این برنامه بود. وی با ذکر نمونه‌هایی از سرکوب آزادی‌خواهان و پیروان سایر مذاهب توسط رژیم آخوندی گفت 30,000 زندانی سیاسی تنها به خاطر دفاع از آزادی در زندان‌های حکومتی اعدام شدند. کسانی که دستور این اعدام‌ها را دادند در لباس مذهب هستند و این باور نکردنی و غیر قابل تصور است. در حالی که همه مذاهب و بیشتر از همه اسلام، بردباری، عشق و احترام به دیگری را ترویج می کنند. آرمان ژاکمن افزود، نزدیک به 30 سال بعد از قتل عام 67، عفو بین الملل این قتل عام را به عنوان جنایت علیه بشریت به ما یادآوری می کند. ما یاد قربانیان را گرامی می داریم، اما باید عدالت را برای خانواده های آنها و دوستانشان به اجرا در بیاوریم و مجرمین را تنبیه کنیم. مجرمان آخوندهای بنیادگرا هستند که باید در همین جهان در مقابل عدالت قرار بگیرند. آرمان ژاکمن شهردار موسیلوویو در پایان گفت Liberté, liberté chérie. En ton nom et pour te défendre, la vie de 30,000 Iraniens a été volée durant cet été 88. Et combien d'autres depuis? Et pendant combien de temps encore? Un jour, très proche, j'en suis convaincu, l'Iran retrouvera toute la splendeur et la reconnaissance du temps où elle s'appelait Perse. Vive la France et vive l'Iran libre. Simplement, je voulais Jean-Claude Jégoudès, شهردار گریزی سورمن در سخنان خود گفت رقم 30,000 برای من بسیار پرمعنا است. من معاون رئیس مجموعه ای از 42 منطقه شهری هستم. این مجموعه 42 شهرک حدود 30,000 نفر جمعیت دارد. تصور می کنم که به یک باره همه اهالی این 42 شهر و روستا به دار آویخته و اعدام شوند. این چیزی است که باید ما و همه دولت‌ها را مخاطب قرار دهد.
من همچنین می‌خواهم یاد خانواده‌های 30,000 اعدامی و همچنین تمام کسانی که بعد از این قتل عام اعدام شدند را گرامی بدارم. این غیر قابل تحمل است و سازمان ملل باید در این باره تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. ژان کلود ژگودز در پایان یک بار دیگر بر حمایت خود از مقاومت ایران به ویژه رزمندگان آزادی در آلبانی در مبارزه علیه رژیم آخوندی تأکید کرد. Parce que la critique, elle est très facile. Hein? Je suis maire où repose un célèbre poète britannique, Wilfred Owen, tué le 4 novembre. شهردار اورس در سخنانش با خواندن قطعه شعری از یک شاعر برجسته بریتانیایی به یاد شهیدان قتل عام 67 گفت: خوشحالم که یک بار دیگر با دیگر منتخبان مردم فرانسه همکاری می‌کنم تا حمایت خود را از مقاومت ایران که از ریشه‌های عمیق در میان مردم ایران برخوردار است ابراز کنم. آنچه که در ایران می‌گذرد شرم‌آور و غیر قابل قبول است. مردان، زنان و حتی کودکان بعد از دادگاه‌های نمایشی محکوم می‌شوند و همه اینها تحت پوش مذهب انجام می‌گیرد که بهانه است برای پنهان کردن جنایات یک حکومت مستبد. وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و سکوت دولت‌های غربی در قبال جنایات رژیم، خواستار انجام تحقیقات درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 توسط سازمان ملل برای محاکمه سران رژیم شد. ژاکی دومینی در پایان افزود: Les manifestations que vous organisez, en particulier le grand rassemblement à Villepinte, montrent à quel point la résistance iranienne est légitime, bien vivante et parfaitement menée par madame Maryam Rejavi qui l'incarne. Nous Français avons le devoir de vous soutenir, de partager le message de votre lutte. Je suis moi-même issu d'une famille de résistants. Mon frère a été fusillé par les nazis alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. C'est vous dire combien je me sens proche de vous et particulièrement concerné par votre action. Je vous remercie. من مصطفی نادری حدود 11 سال زندان بودم. آخرین سخنران در نمایشگاه قتل عام 67 مصطفی نادری بود. وی که به مدت 10 سال در زندان‌های مختلف رژیم در اسارت به سر برده، مشاهدات خود را از قتل عام 67 در زندان‌های رژیم برای حاضرین بازگو کرد. من خودم اون زمان قتل عام‌ها به خاطر شکنجه‌هایی که شده بودم، کلیه‌ام خونریزی کرده بود و در بهتری بودم و بعدم بردنم انفرادی. بعد از اینکه برگشتم توی اتاق دربسته که حدود مثلا 30-40 نفر توی اتاق بودیم، از بچه‌های تو اونجا شنیدم که همه رو اعدام کردن. اون زمان زندان اوین حدود 12,000 تا زندانی داشت. چون اون اتاقی که من بودم همه از بندهای مختلف اومده بودن، ما یک آماری همین سرجمعی خود بچه‌ها گرفتن اینا، که تو اون بندایی که بود چند تا بود، چون بندا حدود 500-600 نفر بود، حدوداً شد 12,000 تا. من خودم به خاطر همین زیر بازجویی بودن، منو به دادگاه نبردن چون که میخواستن بازجویی بکنن، ولی بچه های دیگه که رفته بودن همه میگفتن که خیلی از بندها که بود اونجا اصلا به خاطر همین اعتصاب غذاهایی که کرده بودن قبلش بندها، حتی دادگاه نبرده بودن، صدا کرده بودن برای ملاقات، مثلا بند 400 نفره رو صدا کرده بودن برای ملاقات، همه رو برده بودن، دار زده بودن. بعد از اعدام گالیندوپول، نماینده سازمان ملل اومد اونجا توی زندان‌ها و یه عده رو بردن، یه عده زندانی عادی رو بردن نشوندن و گفت اینا زندانی سیاسی، ولی اصلا دیداری با فقط 3 نفر که اسم داشت از خارج با اونا ملاقات کرد، ولی بقیه زندانی ها رو نشونش نداده بودن. من خودم از زمانی که اومدم خارج الان 20 ساله که تو تمام مجامع بین المللی از ژنو گرفته تا تمام کشورها این مسئله قتل عام رو رفتیم مطرح کردیم، ولی هیچ ترتیب اثری داده نشد و من خودم به عنوان یک زندانی میخوام که چون این قتل عام یک قتل عامی نبود تو تاریخ که تموم شه، این قتل عام از قتل عامی بوده که اون موقع، نه اون موقع زمان شروعش بوده
نه هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم تموم شده. از سال 60 رژیم هر شب 200 تا 300 تا اعدام میکرد. پس این قتل عام همچنان ادامه داره و هر کاری که ما بتونیم بکنیم که این جنایتکارا رو پای میز محاکمه بکشیم اون زمانی که این قتل عام تموم. و من به عنوان یک زندانی میخوام که هر کی هر کاری از دستش بر بیاد تو این رابطه انجام بده، چرا که جون انسان ها ارزش اینو داره.